صبحتان بخیر، شما بیننده ادامه برنامه شبکه جهانی آریانا هستین و امیدوار هستم که لحظات بسیار عالی را تا این دم در کنار برنامه دلخواه خودتان تجربه کرده باشین. فعلا مهمان دار هستیم و مهمان ما هم همکار بسیار خوب ما سیرجان احمدیار هست که باز هم در قسمت بخش آموزش رسامی برنامه با ما هستند و هفته گذشته رسامی باز را کار میکردن، البته تصویر طبیعت بود که یک قسمتش ناتکمیل مانده بود و در برنامه امروز رسمشان را کلا تکمیل میسازن و امروز مشخصا روی پردازشش کار میکنن که یعنی نقاط تاریک و روشن تصویر آماده میسازن. سیرجان سلام، صبح بخیر، بسیار خوش آمدی به برنامه. سلام رستم جان، خدمت شما و تمام دوستایی که بیننده ما هستند. سلامت باشی و ما هم خوشحال هستیم از اینکه باز هم خودت در برنامه داریم و روی تصویری که هفته گذشته ناتکمیل مانده بود بیشتر کار میکنیم. بله، امروز روی می رسمی که قبلا کار کرده بودیم، هفته گذشته بعض قسمتاش ناتکمیل مانده است، روشناش امروز کار میکنیم تا تکمیل شود. بسیار عالی. این حالا سیار جان بر ما بیننده میشه بگویی که خب از کجا شروع میکنی امی نقاط روشن و تاریک تصویر؟ هفته گذشته هم گفتم زمانی که ما روی رسم کار میکنیم باید از قسمت های بالا شروع کنیم، از قسمت راست شروع کنیم و بعد به قسمت پایین بیایم، چون امو دست ما تکان میخوره و قسمت هایی که مثلا پایین است باز دوباره از پیش ما لکه نشه یا خراب نشه. ما باید قسمت های بالا را نخست کار کنیم و استا استا می قسم به طرف پایین آمده میریم. بسیار خوب. و امروز بیشتر من روی سایه روشنا کار میکنم که کدام قسمت ها تاریکی میگیره، کدام قسمت ها روشن میباشه، یعنی سایه ها و نورها در کدام قسمت ها میباشه. زمانی که یک قسمت نور میتابه حتما در پهلوش سایه وجود داره. در هر جسمی که نور میتابه در پهلویش سایه هم وجود می داشته باشه. دقیقا این خانه را چون با جزئیات ما کار کردیم، هفته قبل فقط با خطوط ما بازی می کردیم، همراه خطوط کار می کردیم، به او دلیل این هفته کم تال خورد، در هفته قبل کمش کار کردم و هفته می خواهیم تکمیلش کنم، چون می خواهیم با جزئیات کار کنیم تا دوستا بهتر خوبتر بفهمند. دقیقاً. و شنوندای عزیز ما هم در رادیو 93.5 میتونند دیگه از جریان صحبت‌های همکار خوب ما بیشتر موضوعات مهم را به خاطر رسامی کردن بدانن. دیگه تصویرش متأسفانه شما نمیتونین داشته باشین، باز حتما دیگه در چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا میتونین سر بزنین و جریان مکمل این قسمت برنامه را دوباره ببینین. خب، کوها خو سایه های شاماده شد. بله، فعلا روی خود دیوارها و خانه کار میکنیم، کدام قسمت ها نور تابیده و کدام قسمت ها سایه میگیره. این قسمت ما از هر قد جزئیات بتیم، هر قد روی دیتیل کار کنیم، اما قدر رسم ما زیبا میشه، ما باید یک تصور کامل از این تصویر خود داشته باشیم. هر تصویری که مثلا کار میکنیم یک تصور کامل در ذهنیت خود باید داشته باشیم که چی کار میکنیم و اول در ذهن خود بسازیم و بعد بیاییم اینجا پیاده بسازیمش. و پنسل دیگه اگر بالایش زیاد فشار بیاریم رنگش تاریک‌تر میشه و اگر آهسته‌تر بالای صفحه که ما رسامی میکنیم آهسته‌تر پنسل قرار بدیم، طبعا که رنگش خفیف‌تر یا روشن‌تر میه. دقیقاً. همین قسمه از پنسل ها انواع مختلف دارم، قبلا هم گفتم، و هر پنسل که ما استفاده میکنیم باید تمو فشار دست خود را رویش کنترل کنیم که چقدر مثلا در کدام قسمت بیشتر پنسل را فشار بدیم تا رنگش تیزتر باشه و کدام قسمت هایی که مثلا رنگ خیره تر ما میخواییم استفاده کنیم خیره تر کار میکنیم. و ای هم تقریبا دیگه تکمیل شده میره و هر قدر بالای از این تصویر کار کرده میری سیار جان اما قدر مقبول تر شده میره و واضح تر شده میره. بله، هر قدر ما بیشتر کار کنیم رسم ما واضح میشه و زیبا میشه. خانه هم از خانه های قدیمی افغانستان است و شاید هم خانه‌ای باشه که فعلا آماده شوه ولی نه به شکل مدرن، به شکل قدیمی که اکثرا در نقاط دوردست از شهرها همچون خانه های در افغانستان وجود داره. بیشتر خانه هایی است که در ولایات ما میتونیم ببینیم در قسمت های دوردست. و چون در رسم های کلاسیکی تصاویر بسیار زیاد زیبا میاد، به می دلیل ما بیشتر
از این تصاویر استفاده میکنیم. بله. و زمانی که ما اگر از کارهای مدرن و رسمهای مدرن کار کنیم، باز میتونیم از خانه های مدرن، شهرها کار کنیم. دقیقاً. ولی هر کدامش دیگه موزیبایی خود داره و هر قدر که یک تصویر زیبا می باشه او ظرافت ذهنی یک رسام را نشان می ده. دقیقاً. که تا چی اندازه به ظرافت های ذهنی خود رسیدگی کرده. توجه کنیم و بیشتر دید خوب داشته باشیم به رسم ها، همقدر رسم ما زیبا و خوب می آید. وی هم... این هم یک فیگور است که به طرف خانه روان است. ما بیشتر روش کار میکنم تا بیشتر برجسته شود. بسیار خوب. سیار جان، باز مثلا فصل هم احساس میشه در تصویر که ما در رسامی خود، خب حتماً. رسامی که با پنسل ساده صورت بگیره که کدام فصل باشه او را نشان بتیم؟ بله، که حتماً به رنگ شد. نخیر، با پنسل هم ما میتونیم که فصل زمستان، یعنی اگر برف باشه ما میتونیم بسیار خوب همو قسم فصل نشان بتیم، فصل خزان را، یعنی درخت‌ها را با شاخ‌های خشک نشان بتیم. و اگر فصل بهار باشه، مثلا این فصل بهار است، ما می‌بینیم درخت‌ها همو قسم شاخ و برگ دارند. و اگر خزان باشه، باز برگ‌هاش کمتر می‌باشه و شاخ‌های خشکش بیشتر می‌باشه. دقیقاً. و وقت یا ساعت هم میتونیم در رسم خود در نظر بگیریم. در درس‌های گذشته هم گفته بودی سیار جان که مثلا ما نظر به خود موقعیت آفتاب میتونیم تعیین بکنیم که ساعت چند است در جای امروز یا شب. نظر به نور پردازی ما، نظر به موقعیت آفتاب که چقدر از کدام قسمت آفتاب تابیده و نور به رسم ما خورده، از اون قسمت ما میتونیم تعیین کنیم که چند بجه روز است و چگونه است. بسیار خوب. و ای هم درخت از دیگه منظر طبیعت همون صخره ها و سبزه هایی که در روی زمین می باشه بیشتر. ها. البته این دیگه در نزدیکتر قرار دارند. بله، بیشتر نزدیک است. و ما یک چیز را مد نظر بگیریم، هر قد رسم و نزدیک کاغذ میشه، نزدیک خود ما میشه، ما باید تو قسمت را برجسته تر و تیزتر کار کنیم. هر قد دور باشه، اون قسمت ها خیره میشه. و ما قبلا پرسپکتیو را برای دوستا گفته بودیم، یکی ما پرسپکتیو خطی داریم و یکی پرسپکتیو رنگی داریم. در پرسپکتیو رنگی ما بیشتر روی رنگ ها کار میکنیم، یعنی هر قد رنگ دور باشه، رنگ ها خیره میباشه. و هر قد نزدیکتر میباشه بر ما، اونقدر رنگ ها برجسته و تیز می باشه. دقیقاً. و این پرسپکتیو رنگی می باشه که مو دورنمایی را نشان می ده بر ما. دقیقاً. این هم گیاه ها یا صخره های در پالیش، بعض سنگ ها و خب هر چیزی که ما می بینیم در نزدیک. بله، می تانیم کار کنیم. کار کنیم. بله. واقعاً بسیار رسم تغییر کرد. به می شکل هر قد ما بیشتر روش بپیچیم، بیشتر جزئیات کار کنیم، رسم ما بیشتر زیبا میشه و تغییر میکنه و واضح و مقبول میشه. بسیار مقبول. به این شکل، یعنی هر قد ما بیشتر و زیادتر کار کنیم، همه قدر رسم ما خوبتر میشه. ما این قسمت فقط سایه های دیوار که بر روی زمین افتیده کار میکنیم. خب دیگه آفتاب مستقیم تابیده، به او خاطر سایه ها کمتر و کوچکتر میباشه. بسیار خوب. یعنی آفتاب از او طرف، از طرف کوه تابیده. بله، از این قسمت تابیده. به خاطر سایه برعکس. برعکس تابیده. بسیار خوب. و اگر ما روی آسمان هم کار کنیم، میتونیم آهسته آهسته روی ابرها کم کم کار کنیم. بسیار خیره و ضعیف ما میتونیم روش کار کنیم تا این قسمت ها فضای منفی ما پر شود.
ما در رسامی دو فضا داریم، فضای مثبت و منفی. باید بسیار زیاد دوستان مد نظر بگیرن این قسمت که ما فضای مثبت داریم یکی فضای منفی. فضای مثبت همون قسمتی که ما رسم کار میکنیم فضای مثبت است و قسمتی که خالی میمونه اون فضای منفی است. ما اینو باید مد نظر بگیریم که توازن باید برقرار شوه، یعنی فضای منفی نسبت به فضای مثبت زیاد نشوه یا فضای مثبت قسم نشه که فضای منفی یعنی کمپوزیشن ما را خراب بسازه و خوب نگویه. ما باید اینو بسیار زیاد توجه کنیم. دقیقا و این هم دروازه خانه، از اون دروازه قدیمی که درش یک دانه قلف و زنجیر هم می باشه. بله بله، از اون دروازه های قدیم و سابقه هست. رسم آهسته آهسته تکمیل شد، یعنی ما هفته قبل کم کم کار کردیم، امروز روی سایه ها و نورهاش کار کردیم و بیشتر کار کردیم و یک منظری تکمیل شد. آها، واقعا بسیار مقبول معلوم میشه این رسم اگر رنگه شد دیگه چقدر مقبول تر. بله بله، اگر رنگه شد باز زیباتر میشه. بسیار خوب، پس بهتر است حالا یک جنبندی داشته باشیم از درس هفته گذشته که ادامهش امروز سیار جان بر ما کار کرد. میشه با بیننده عزیز شریک بسازیم. من هفته قبل روی کمپوزیشن باز کار کردم که ادامهش این هفته کار کردم. کمپوزیشن باز است با سایه و روشن ها و بیشتر روی جزئیات ما پیچیدیم که به مو دلیل یک هفته طول کشید. ده دقیقه وقت داشتیم، ما تقریبا در 20 دقیقه تمامش کردیم رسم خود را. کلا کمپوزیشن باز بود، امتداد داره، یعنی رسم ما بر دو طرف کاغذ ما و بیشتر روی سایه ها و روشنی ها فوکس کردیم، توجه کردیم که از کدام قسمت نور تابیده، کدام قسمت روشنی میگیره، کدام قسمت سایه میگیره. یعنی تمام درس های اصول رسامی را که ما در طول امی جلسات خواندیم کلا در این رسم ما دیده میتونیم. بسیار عالی، امیدوارستم که همه هموطنان عزیز ما و شنونده های عزیز ما موضوعات را که سیار جان امروز در برنامه با ما شما شریک کردن آموخته باشین و اگر میخواین که این قسمت برنامه را تکرار ببینین کافی است سر بزنین به چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا، چینل یوتیوب آریانا را سابسکرایب بکنین و برنامه های مختلف ما را ببینین. حالا کوتاه در رابطه با درس هفته آینده بر ما بگو. انشاءالله در درس هفته آینده ما میخواییم بیشتر روی کارهای طبیعت کار کنم که طبیعت های آزاد را، درخت ها را چگونه کار کنیم و بیشتر روی طبیعت ما بعد از این کار میکنیم که بتانیم یک منظره کار بسیار خوب شویم. خیلی عالی، من خودم شخصا علاقمند تصاویر و منظرهای بسیار زیباست طبیعت هستم، حتما دیگه من هم کوشش خود خود کردم که انشالله. او بخش درس زیاد یاد بگیرم انشالله. تشکر میکنم از خودت سیار جان از اینکه بازم بر ما فرصت دادی و در برنامه درس بسیار مهم را با ما هموطنان عزیز ما شریک کردی. اوقات خوب و خوش داشته باشی. تشکر شما، وقت خوش. از شما هم قلبا سپاس بیننده های عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتان صبح ها زندگی هستین. اکنون شما عزیزا میتونین اپلیکیشن تلویزیون جهانی آریانا را در موبایل های هوشمندتان که از سیستم عامل اندروید و آی او اس پشتیبانی میکنن نصب بکنین و بیننده برنامه های مختلف ما به ویژه صبح ها زندگی از طریق موبایل های هوشمند و تبلیت هایتان باشین. تا لحظات بعد هم گزارش زنده است حفیظ امیری گزارشگر برنامه را می داشته باشیم. ببینیم که باز هم کدام منطقه شهر کابل را انتخاب کرده و چه موضوعی را بر ما شما گزارش می تن. البته در گزارش اولش هم دیدیم که یک تعداد زیاد از محصلین بودند که درس های خبرنگاری را می خواندن یا هم بعض موضوعات یا مضامینی که ارتباط می گرفت و بخش خبرنگاری و ژورنالیسم برشان تدریس می شد همشان اشتیاق داشتند و با علاقمندی و انگیزه درس های خود را پیش می بردن. امیدوارستم که همه محصلین همچنین انگیزه داشته باشند و هیچگاه انگیزه مثبتتان را به خاطر پیشبرد درس هایتان از دست ندهیم. در ادامه گزارش حفیظ را خواد داشتیم، ولی قبل از همه وقفه بسیار کوتاه.